سلام سلام احوال شما دوباره یه حرف بد بزن که برگشتیم با یه اپیزود دیگه به خانه تو پخش کنیم کنسلشی تو سه ثانیه قشنگ قشنگ اینا که یه نفتی میکنید یه بعد از ها به من یه به خارم تو یعنی حرف کارون خیلی جدی و جدی و چند نفر پرسیدن اونو آره یه روزی ما نفتی بکنیم خب اینکه تو طول روز نمیرسه به کاره برای نفتی مطمئنن بعد از ظهر میتونه وقت بذاره نفتیش بکنه و اون روزی که تو بعد از ظهر نه شما که تو کار بسن شما که الان دیگه میدیم به شما دیگه من میدن من من بعد از ظهر این کارو میکنم و زمیمه میکنم به فایل این مغازه نفتی NFT بازن بعد از ظهر والا اصلا مغازه داره مگه انفتی اف ایوان دیدی توی وضعیت نمیده باید چه جوابی بده خیلی هم نمیخواد راحت کنه ولی باید خوزه داره بعد شما جمع اکتوپس میدینی چیه بله چیه اکتوپای جمع لکسز هم همینطوره لکسای جمع پس چیز هم چیه

شکر. از خویی خدا شاش. از انرژی خوبی برخورد دارید خیلی کافی رو هم نخوردیم ولی بوش که تو فضا پیچیده ما فسا... رو کافی که نخوردید گرسنتون هم نشده که اونم از یه ساعتی دیگه عجیبه برای چرا گرسنمه من نه اپیزود قبلی دو از... چون کم طول کشی یه ساعت بود نه قبلی هم مثلا رو یه ساعت به بالا ما گرسنه میشی آها مهم نیست الان دوباره ریسیت شده از اول نه الان نیم ساعت بعد نیم ساعت ما آه میفتی به رشه کیک این میشه دوربینه وسط خیلی بازا. نه کلن دوربین اونو خیلی تاریخ کردی و من نه ما بود برو برو نه داره آیسوه رو بالا پایین میکنه ده. داره خرابش میکنه برو روشن رو بالا پایین چی رو بالا پایین کردی همون رو خب به چند بردی اونو یکی دو تا نه عددش چنده همه رو بذار یک شستم اونا رو تغییر ندید لطفا بذارش رو... نه اف که اصلا تغییر نده اونو بذار 1 و 8 فسمونی می خوب و, خب... Stop it. و هشت. اف اون یکی چنده اون یکی خب خیلی روشن نیست رو اون یکی هم به واسه پایینیه آ سان بذار 100 مثلا خوبه خوبه این خوبه اوکی. این دور وسط هست همه بدتره F دو دو فکر کنم این دو هشته آره مینیمومی که باشه F رو تغییر نده آره خوب اوکی بود نه اتس اوکی okay. دون داره بیا ببخشید کسی که دارد میبینن فراد سمی بسریه <تصف> تغییرات بده بعد خیلی تغییرات داد مجبور شدیم تغییرات رو همه رو برگردونیم خب با... چه خبر دیگه از کارخانه داشتی میگفتی عالی گرسنه‌تون نشده هنوز من گرسنه نیم بعد نیم ساعت تو گورسن. گفتی نخوردی خوردم چجوری میتونید هم. دیر پا شدم. تو چی تو خوردی من یه صبحونه خیلی گشتم آره بابا اصلا نمیشه خیلی اصلا نمیشه شما نه شما آخرین وعده غذایی نیم روز سر نیم آبزی شدن دیگه ایمان جان فوتو سنتز تو آفتاب اینجوری بعد از شوی میری فقط شماره یک آره آره الان دو روزه واقعا فکر می‌کنم یه روزی راجع به تشویید توی پادکست علمی بابا اون روزی که تو اون موقع پیویزو نداشتیم که راجع بخواد اون روزی که شروع کردیم فکرش رو می‌گیم نه خب فکر خیلی زار نمی‌کردم روزی که شروع کردیم بذار اینطوری بهت بگم آره ولی از الان به بعد دیگه هر چیزی رو فکرشو میکنم این چیز دیگه غریبه نیست الان هر اتفاقی بیفته میگن دیدن. چی به قول خارجی oh well. oh well. او ول oh, چه خبر خوبی خوشی سلامتی سلامتی چه. چه. این هفته تو درگیر فرهاد بودی بیشتر یا خیلی درگیر فرهاد نزیاد خودت درگیر, درگیر, خود درگیر عجیب غریبی داشتم خودم هنوزم هفته آخر ش... کارم بود شبه. که آره آه اوکی تموم شد دیگه آره شیفت ها عجیب غریب داشتیم دیگه سی تی اومون یه ایمیل زدن گفتن شور کنید تشکر کردن خیلی هم جالب این ایمیل ایمیل های خیلی کلمات زیبا و تشکر اینا حاجی پولش بده یه بونوس بده به قول این مهم حالا اینه که میگی یعنی من یکی دو بار بود توی استوری کار میکردم مثلا مجموع شدی آد آورز مثلا چه میدونم ویکند یه ساعت دو ساعت بیای کار بکنی از خونه اونم با پی با مثلا همه چی و اینا بعدش هم میزنم مثلا کلی تشکر می‌کنی که آقا دمتون گرم مثلا استپاب کردی نمیزنم حالا شاید حالا واقعیتش اینه که نمیدونم که آیا به خاطر اینه که کالچرش اینجا وجود نداره یعنی اگه مثلا به کسایی میگفتن که شاید ایرانی نبودن مثلا طرف میگفت نه یا اینکه از اون ور که طرف یه کاری مثبتی میکنه به هر حال ازش تشکر میکنن نمره باد اینو نمیدونم ما تشکر تجربه همید. ما که تشکرارو میکنن همیشه همون نه تشکر هم خیلی مهمه آره نعم. اصلا آدم انکوریج میشه که کارا رو بیشتر انجام بده آره. خیلی تشکر یکی از دوستای دانشگاه افتادم تشکر خب داشتی میگفتی بخشم من آره این اون کارمون کمی البته قراره از دوشنبه دیگه کمی برگردیم روال قبل و ام... خیلی جالبه من که حالا تو فیلد سافت و نمیدونم اینا خیلی اصلا خودم و ماهر و اینا نمیدونم ولی مثلاً, مثلا مجبور شدم یه سری کود نگاه کنم این هفته که یه سری دیولوپر قدیمی زده بودن تو تیم ما و یه سری باگ داشت که من باید همون لحظه اصلا تست و اینام نه همون باید درست میگم میذاریم تو پروڈکشن چون خیلی کریتیکال بود نگید. آره بعد وقتی این کودا رو میدیدی من نمیدونستم مثل یه اصطلاحی دارید شما دولوپرهای عزیز میگید که اسپاگتی کوده یا همچین چیزی بعد من اینو دیده بودم خیلی ترسناک بود اصلا چون میخواستی فالو کنی هی گم میکردی چی میشه بعدم استرس ما منم داشتی که میخوای بذاریش تو پروڈاکشن خب کده که بده تو هم میخوای تغییری بهش بدی چی میشه خیلی بد قیافه تو باره یه دیزستر رو داری آره آره آخه اصلا ریلیز کردن توی پروڈاکشن این خیلی کاره و کلی تست بشه آره ما پروسه همیشه یه رو داریم ولی میگم بعضی موقعی که دیگه خیلی فورس ماجوره بعد سویتی. اون میمه بود یارو اون پیرمردستش میگه خب بریم مثلا فلان چیزو چک کنیم بعد سرش میاره آره یه نشود خب رو ریلیس کردم بله همه دیتابیس رو دیلیت شد <تصفح> ما بعضی موقع میگیم کابوی میشیم دیگه کارا رو اونجوری میکنیم نمیشه نه واقعا یه ذره این بود به جماعت کبوای ولی که ما رو گوش می‌کنه هفته یه فیلم دیدم دو شب پیش به نام نوبادی تو کریو کارکتر چیز بازی کرده بهتر کال سال کی بود اون لوئر خیلی حال می‌کنم باش ولی فیلمه ذره عجیب غریب بود دیگه از این فیلمای بود که یه نفر همه رو میکشه هر کی بیاد میکشه او بهترینه او از این داستان بگو ولی اینترتینینگ بود دیگه یعنی من اوکی بود بهترین جان ویک دیگه جان ویک فقط یکی شو به قول سپروزیتی جان ویچ چقدر شخصیت محبوبیه این سپروژتی بله بله هم خود کیانو ریوز آره آره اون آدم حسابی آخه صحبتی که میکنه آره عجیبه اون یه کتاب اون پشتت هست آره من همیشه میبینم زیریه با با دو با با آره چرا تو رو بخونم یه حرکت دیگه هم که این هفته زدم تاکو درست کردم تو خونه و خیلی هم باحال شد اکسی جوانی خیلی زیبا آره تاکو غذای مکسیکی هست و کلا خطه مکزیکو دوست داری سه شنبه قضا درست کردی؟ سه شنبه چیزه یادم نیست ولی خیلی خوب شد چیکار کردی نونه چه چیکار کردی؟ خب نونه تا چیز تورتیا یه شیپ چیز داره تاکو مثل بستنی لق... نون... آره. بعد بینش حالا گوشت یا وجیه یا هرچی که دوست دارین میتونین بذارید برای اینکه اون نونه اون حالت رو بگیره من آونو گذاشتم رو 350 درجه حس کنم دارم رسیدم برای 10 دقیقه این برعکس گذاشتم اون شیپ رو گرفت باحال شد یه یه شکلی یو میگیره به کارون داشتم دیروز میگفتم که آشپزی برای من ترپیه و بحث جالبی هم شد واقعا چیز کمک میکنه بهم که حالا هر مسئله که هست اینا کم آرامش بمیده همسر فرزاد داشت میگفت هر موقع فرزاد آشپزی میکنه من میفهمم که از یه چیزی این ناراحت <تص Mezim> اینش بده و فرزاد همش شوش آشپزخونه است آره یه ساعت تو آدم خودتونو ببینن همش تو آشپزخونه فخت و فز درست اینجا قور نمیزنه ولی تو دیگه هامس درست کرد تاکو درست کرد ناچوز درست کرد کیه کیه که بفهمیم یه مشکلی داره دیگه چی بهتره قرمه سبزی از کار در آورد کیک کیک با کیک آره بنان و درست الان داره اوردر مثلا کیک عروسی میگیره هیچ یه نفر پیگیری نکرد که از چی ناراحته آره بس بگی کیک و اینا شد ان دیروز واسه این ای که بود یه خانومی اومده بودن زحمت می‌کشیدن میا سرو می‌کردن با اسمشون میا بود سرو می‌کردن و خلاصه هوای مهمونار داشتن و اینا خیلی خانم خوبیه آره واقعا خانم خوب خوش اخلاق بعد من دیروز حسم حس تو بود این چرا؟ حس من بتا خوزون چه حس؟ حالا بهت میگم تو هیچ وقت حس ایمان نمیفهم همیشه که من خودم بیشتری حسشو میگم یه تا یه بار راجع به این صحبت کردی که یه خانم میمدن یا حالا یه خانم آره میمدن خود تنزیم کردن عذیت بودی؟ دیروز من خیلی اذیت بودم اصلا روم نمیشد بگم این کار رو بکن اون کار رو بکن یا مثلا یه قهوه چایی واسه فلان کس بیار یا یه جایی که خیلی دیگه به اوج رسید یه سری ته لیوان سوراخ خود اینا سری چای قهوه ریخته بود اونجا من یهو به این گفتم که حواست به اینا باشه اینو تمیز بکن بعد لحظه‌ای که گفتم خودم خیلی ناراحت شدم ام. در صورتی که بعدن خودش هی به من میگفت یا مثلا به عطافیا میگفت میگفت آقا این کار من اصلا شما برید بذارید برید من صفر تا صد این کار رو باید بکنم مثلا هپی هم فلان ولی یه لحظه یه جا بهش گفتم این قطره رو اینا رو اصلا خودم دستبان انداختم رو زمین شروع کردم جمع کردن تمیز کردنش چه انسان بزرگ باید. نه نه آره باید. نمیخوام باید. اصلا بحثم این نبود ولی بحثم این بود که عادت نکردیم مثلا میدونی این این حرفه یا این پیشه رو چی آره این, آره این چه پیشه چه رو به چشم بد تو ایران مثلا گفتم طرف تمیزکاره میگم ولی خب آره. طرف شغلشه شغلش دوست داره مثلا ازش داره پول در میاره اینکه من بخوام مثلا اون حرفه رو بدنامش بکنم یا اینکه مثلا به خاطر رو درواسی مثلا به طرف کار ندم کار طرف کار دارم میندازم این چی میگه حالا این همیشه بوده من ولی همیشه باش یه مشکلی داشتم دیگه نتونستم باشم سخت یکم آن آنکا... یکم آن نه راحته این خانومت خیلی جالبه من بهش چینی معروف کردم شام. بعد یهو گفت که نه من شیرینی میخوام من که همسن شما نیستم <تصفح> گفت یعنی من همسن سال شما نیستم یعنی منظورش بود من خیلی سنم بیشتره که حالا شیرینی نمیخوام <تصفح> منظورش این بود برای <تصفح> من سختتره مثلا اینقدر شیرینی حالا <تصفح> بعد, بعد من خیلی عجیب بود برام چون واقعا قیافش <تصفح> همسن سال ما <بود>. خیلی <تصفح> خوب مونده بعد کاشف که به عمل اومد اون وسط کاشی همون آره به عمل گفتن آره آره <applause> این خانم خودش دوتا دختر داره که دختر بزرگش 21 سالشه گفتن بابا آره این ماشالله آره ما آره خوب مونده آره خیلی چی؟ گفت 16 سال گیز خیلی زود از کرده نشستیم چه حرفایی میزنیم سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های برنامه در کنار من کارون و فراد و فرزاد نشستن سلام 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 امروز اپیزود 318 ماست واقعیتش نگاه کردیم بله. نگاه کردیم فکت چک کردیم این اپیزود 318 اون باید باشه ایدو نزده 317 اون رو بعد عوض کنم این اون بونوش اپیزود دیگه چون که توی سپاریفای نبود جونم براتون بگه که دوباره برگشتیم با یه اپیزود دیگه از اون اپیزودهای های گفتگو مفر بگو بخنده اوپن اندد اپیزود تکنیکال دیفیکالتیز هم نذاشتیم اونم بونس اپیزود بود دیگه یعنی دو بونس داریم به آره. خاطر اینکه واقعا 25 دقیقه بود و چیزی که ازش مونده بود به خاطر که توی توییتر و اینا بچه ها گفته بودن که اون رو چی بهش میگن بذاری آره اونا بذاری دو مثلا بذاریم ببینیم اینا خیلی جای باحالیش هم قد شده حالا سره آره بحث این اپیزود شد من میتونم شروع بکنم راجع به اون اپیزود صحبت کردم میدونم وسط صحبت قبلش من چی من گوشم شد این مرد کودکه حالا فرضا بیم از دارم اشخاله من میوه میخواه همین دیگه تا تا شما رو دو دارم یه بوله بگی. بگو یه کردیت خواستم <تص> به خودکست بدم اگه کردیت نشه اون اپیزودی بود که فکر کرده بودی من گوش نمیدم اونو من تو راه برگشت از کار به خونه داشتم بهش گوش دادم خیلی حال داد به هم خیلی خیلی که سه صبح دادی چی بود؟ اون موقع سر کار بودی؟ تکست یا اون تکست رو علکی دادی؟ نه نه تکنیکال دیفیکالتیز و اول تا آخرش تو یوتیوب گذاشته بودم داشتم گوش میدم اونو که اومده دادم تیکه تیکه دیدم نه اون تکنیکال دیفیکالتیز نه چیز بود سمارت کانترکت و اینا بود اولش آره آره, آره نه, نه اونو تیکه تیکه دیدم من تکنیکال دیفیکالتیز رو همش رو دیدم 25 دقیقه 25 دقیقه رو مرسی دید یعنی شنیدم مرسی بعد اول که خب خیلی باحال بود یعنی من به عنوان یک کامپیوتر از کار که داشتم برمیگاشتم تایم خوبی ب... یو و بهم خوش گذشت و خندیدم و اینا احسن بعد بحث لباس من شد توی این اپیزود کلا اپیزود از حول محفر کسی که نمیگه ما استش ترشه نه نه خب من که انونه چی میخوام بگم که نه نه میگی اپیزود خوبی بود نه خوب بود دیگه خودش نبود آخه ولی بالاخره نه میگی نفعه چرا تعریف نکنین نه اصلا به هیچکی نرسیده یعنی نه نوی نه نه آره بعد بعد کارونم گفت که این اپیزود گوش نمیداری نه ولی گوش دادم من لباسامو نمیشیرم نه روی جلوی لیست میذارم روی سر چی بود کاپشن لیست دادن؟ هیچ چیزی نبود یعنی روش آشخالی آشغالی بود میخواستی تمیز کنی لیست دادی نه بابا حتما شکلاتی چیزی بوده آشغالو که لیست نمیذارم که شکلات آخه از کجا میدی شکلات بوده نه آخه منطقی نیست آشغال و لیست بزنم یعنی تو همه کاری که می‌کنی منطقیه حالا همش اصول خب ما از شما فیلم داریم که چهار دست و رفتی جایی که جارو برقی رو میذارن درم بستی رو خوده اون منطقی بوده اونا رو بزنید واسه خودکست پلاس اونا منطقی بوده شما نمیدید چهار دست و ولی همراه هم بودید اون شب بله یه مهمتر اون کاپ که فرضا تو گفتی سی دولار شست و پنج دولار بود خوشیش نه سی دلار این خیلی منو درد بود گفتم بابا لا هستم داری تو فرض میگی رو این ضرره که زد نه سی دولار شنیده بودم همین نه یه چیز دیگه بود باید سی دلار بسته بعد نه اصلا از قبل بهم گفت اون میشه ای بابا آره نیازه مبرم به خوشویی خیلی کثیف بد شده بود بعد یکم سرش حساس بودم دیگه گرون شد همین سبزه همین سبزه هم یه لیست دادی. سبزه رو لیست پس ده ده. مهم بوده که لیست دادم نکته دیگه واسه تیشرت ها و لباس و اینا من میزم رو دلیکت وقتی که میشوره خب همه این کار میکنم بله و خوشویی هم اص... ماشین خوش کنم اصلا استفاده نمیکنم قبل هم آه. که میخوام آخه شما تراس سری میتونی بذاری نه تمامش تو خونه است میذاری خونه تراس که هوا سرده که ولی باز خوش خونه خیلی طول نمیکشه چون نه. مرتوبه هوا نه نه اتفاقا شب میذاری صبح چون خودش یه دور خوش میکنه آره ولی خیلی خیس میاد بعد حالا قبل قبل این یعنی به این اپیزود بحث این بود که چرا نکات نق... مثبت در من هست و اینا <تصفح> 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 لحاظ ژنتیک اینا داشت بررسی کردیم خدا رو شکر یه نکته که خیلی مثبت اینه که بو نمیدی اصلا دیر به بو جن خوب دیر بزنی

بودم هم ماشینه اصلا به روغز دیر به روغز میافته فرادم تویتر میگفتم گوشتی پرسه نو خوری پرسه خود شده بود هم درد گرفت این گوش نگیرم تو این آره پس همین خدا شد دیر به دیر نیاز میشه که آدات تیشرت رو همم هم نمیدی همم هم نمیدی رو دلیکت میشونه خودشو تایم خوابیم چیزه؟ هر روز صبح باید برم اما فرش هم میکنه فرش 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 به کارش هم میگفت آره عشقات پاک کن یخی اپیزود خیلی خوب شروع شد هیچ چیز افیونی اینا هم نزدیم ما یعنی بدونه تنها چیزی که زدیم همین کافی بوده که کافی خودش که میگم بعد خنده های شدید همیشه قمه من گفتی. حتی اون حتی از اون حتی کافی نه آخه میگه چیزی نزدیم ماها میگه فقط کافی زدیم میگه من کافی هم مبرا هستم آره خلاصه شما دیر بوید دیر بو هستم و لباس آره. و آخرش چقدر جای باحالی تمام شد یعنی کلیفنگر عجیبی داشت اصلا دقیقا سر ده. چیز داشتیم در دا داشتیم در مورد میراز هواپیما رو صحبت می‌کردیم هنوز که هنوز نفهمیدن چیکار اون منتظر پادری بزنی با در دیوار خیلی خوب بود با اینکه عقب میدونستم قرار تمام بشه خیلی زد یه سری فکر کرده گفته بودن ما الکی گفتیم کلا تکنیکال دیفیکالتی فکر ما نه. 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 ما. دوست دوست کردم ما ضبط نکردیم اگه بود نه من برای همین دوست که من من اینو خیل. دادم به میراد گفتم اینو تو رو ادیتش کن حداقل ما اینو بذاریم همینی که هست بعدا فکر نکنن که ما تنبلی کردیم و اینا ولی واقعا خواهن... آخه آدیو ورژنش هم بود که دیگه الان نیست چون که فرمت کردم ای آدیو ورژن هم داشت ولی خب نداره. دیگه نداره تمام شد دیگه چه خبر؟ شما درگیر چیز بودین دیروز درگیر کار و افتتاحیه افتتاحیه خوب شد؟ خوب گذشت؟ آره خدا شد خیلی خوب بود تعداد زیاده رو... کسی که میخواستین اومدن در افتتاحیه شرکت کردن بیشتر... روبان هم بریدین؟ بیشتر اومدن نه دیگه به روبان نرسیدیم یعنی نه خیلی دیگه برنامه فیخ... داشتین که روبان یه خیلی گذری اومد تو ذهنم ولی رو خیلی به غیر از اون واسه کلنگ هم جایی کلنگ هفت کوچه‌ای زده بودم خدا قبول دیگه نه بر افتتاییه یا رو ما میانه یه کلنگ میزنن دیگه کلنگ واسه پروژه است این دره پروژه است برای دره باز چی دره باز شد؟ چه دری باز شد؟ پروژه میخوانی دیگه دکمه زدم که دروازه شد دیگه دکمه برقی رو آها. شد و دیگه افتاد. چه ولی چون یه هفته بعد از عید بود خیلی حال و هوای عید زیاد داشت اصلا یه سری ها اومد هایی میمدن آهاد ملت هم های همو میدیدن های اصلا اونجا عید دیدنی میکردن همو دستور بوسی و چی؟ دستور بوسی و اینا یه حس حس خوبی بود دید دیدو بازی اتفاق افتاد اونجا زیاد خواستگاری چیزی نداشتین نمیدونیم حالا شاید گل گل چقدر آوردن الان استان. ما می من از خالی اومدم یزار از بودم بزنس میتونید گل فروشی شیرینی من واقعا باید گل رو بفروشیم دیشب درجه دما رو آوردن پایین رو فکر کنم خیلی فکر کنم سین سی اینا دیگه خاموش میکرد دیگه بعد صبح نه میخواستم سرد بشه بعد بیا ببینیم اونجا ببینیم که شب سر است در درو باید باز میذاشتی خاموش میگه آره نه خب امنیت نداشت فرش 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 ولی دمشون یه همه خیلی گل و اینا بودن خورای زیبا زحمت کشیده بودن شیرینی هم بعضی آوردن تو شیرینی آوردی نمیدونم حت <تصفح> زنده موندن شیرینی یا نه نه تا <تص حالا نه حالا تو هیسینگ زار پخش میشه نه 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 شد فکر کنم نه امروز میریم ببینیم چی شده شیرینی شو شد؟ آره چون یه ساعت و خورده تو ماشین موند اون شیرینی آها نه نه اوکی. شما دیرتر از اون زمانی که گفتین رفتین بله من خیلی دیرتر رفتم سه و رسید خیلی عمالی ش... تو چه خبر؟ تو چی کار کردی؟ دمون رفتاد نگفتی چی کار کردی؟ درگی بودی؟ نه کار خواستی نبود خونه بودی همش؟ یه آره. گفتی هفته قبلش زره درگیر کار و اینا بودین تا دیر وقت کار میکردین و یه پروژه داشتین و اینا تموم شد تموم که هیچ وقت تموم نه یعنی ده. اون فشاره دستم. در واقع کمتر شد شبی که فردش عید بود من تا دو شب داشتم کار میکردم بعد روز عید داشتم کار آره دیگه بیدار بودی واسه یه سال تحویل آره صبح پا شدم اه خودم و سایه خودم از تخت اومدیم نشستیم رو مبل و هشت صبح اینجا بله. بله. بحث تحویل سال بعد سال رو تحویل کردیم با خانم سایمون سایت بعد اون روز من یکی از دوستام یه سگ گرفته یه پت بعد پاپی خیلی کوچولو اینا من اون روز رفتم اونو ببینم چه نجادی میتونه برسن؟ آره پس چه نجادی؟ نمیدونم <laughs> اسمشو نمیدونم از اینا که خیلی گوگولی قهوه این بعد خیلی هم بزرگ میشن oh, آه گولدن ریتریبر حتما نه نه گولدن ریتریبر نیست گولدن یه چیز دیگه بود آه. بعد اینو ما رفتیم پیش اینا و این سگ پاپی خیلی ای کیوت و گوگولی و اینای خودش رو میچسبون به آدم بعد نزدیکت بعد نزدیکت میخوابید بعد داشت توضیح میداد که اینا مثلا چه پروسه ای دارن و اینا که مثلا روزی دو بار ایشونا میبرن بیرون بعد سگ بیدار میشه باهاش بازی میکنن بعد روزی چند تا مثلا چند بار میخوابه هر بار دو ساعت بعد بیدار میشه بهش غذا میدن دوباره باهاش بازی میکنن بعد تا شب بشه دوباره ببرنش بیرون و اینکه دوباره بخواب و اینا بعد سگا کلاس میبرن اینجا مسکه ترنینگ آره میبرن آموزش میدن بهشون بعد سرتیفیکیت میگیرن و اینا بعد داشتم اون حالا چیز بود بعد ایدم بود ما با اون دوستای قدیمون ویدیو کال کرده بودیم کوروشینا بودن و اینا بعد داشتم به اونا میگفتم میدونید اگه ما از بچگی بهمون به همون انقدر رسیدگی میشد دو بار با ما رو میبردن بیرون با همون بازی میکردن غذا رو به موقع میدادن خواب میخورد 90 درصد مشکلاتی که الان تو بزرگسالی داشت داریم و نداشتیم اگه انقدر رسیدگی <تصح> ما رسیدگی میشه همه تایید کردن یعنی ما اونجا یه جمع بودیم پنج نفر همسن همه تایید کردن که اگه اینقدر رسیدگی میشد به ما از بچگی این مشکلات نه ای اگه توییتر بود میگفتن بارش حق <نصفح> شاهد بارش حق ولی بز. بز. <نصفح> بز. واقعا میرسن بهش <تصفح> پیج آه. اینستاگرام دارن الان درست کردن یعنی خود ادمین می <نصفح> میکنه برای پتاتون پیج اینستاگرام درست نکنید بعد اه... نداره پت بدتره یه بچه کوچولو که تازه ام به نه بچه هم درست نکنید ولی واقعا میرسن می یعنی غذای مشخص دکتر صبح تو خودت دوبر... میتونستی بعد از این مدتی به خودت برسی سگی که نمیتونه به خودش برسه یعنی آره ولی ما چه بعد 20 سال میتونیم تا 20 سال به ما دو بار مارو بردن بیرون میدونی من اگه دو بار درد میای دو بار میبردن اون بیرون شغب. اکثری از این نه واقعا حالا <Sam> لسه تس... تو فردا روز از چه میدونم تو از بعد از 15 سالگی اگه بود میگفت بیا با هم بریم بیرون بازی کنیم تو میرفت اگه بچگی منو دو بار میبرد بیرون من 80 سالگی اجازه بده پذیرا نباشم دوست خارجی مون اینا خب دیدیم دیگه تا 15 سالگی میره با باباش بیرون بازی میکنه مثلا بیسبالی آره. میرن فلان نه، میرن ورزش میکنه ما اینجا همش تو فیلم هاست مثلا تا 10 سالگی به امکان نداره آه. نه تو از چه لحاظ میگه امکان نداره یعنی کیت... مثلا یا رو کلا جدا میشن از خانواده دیگه مخصوصا سیویلا سیویلا یه حالت ربلتور میگیرن نسبت به خانواده میخوان مثلا استقلال داشته باشن چه میدونم اون فشارایی که خانواده مثلا میخوان بزن روشون حالا چه درست چه غلط ها من نمیگم چه, چه جوریه اه... میخوان از اونا دور بشن یه فاصله میگیرن یعنی تو هم به عنوان مثلا یه بچه که چی؟ اون فاصله بد نیست نه من نمیگم آره اینجا اصلا میگن از 12 13 سال بعد دیگه بچه‌ها اونقدر نباید ارتباط داشته باشن به با ماما با همین دارم به میگم یعنی دو بر بعد تا تا دیروز هم سن... شو سنی... دیروز صحبت زیاد دیگه همین یه پادکست دیگه داشتیم یه پادکست دیگه با فرزاد جان داشتیم شروع کردیم نه آره دیروز بگیم. بگیم. بگیم یه, بگیم. یه بگیم. کمی از دیروز دیروز که مغازه فرزاد نبودیم یه کمی شلوغ شد زدیم بیرون ما گفتیم آقا بریم یه غذایی بخوریم کارونم اومد رفتیم یه رستوران ژاپنی بعد کدوم رستوران نزدیکه ایتیبان پله میخوریم میره بالا آره با حال بود من تا نرفته بودم حالت خود ژاپن بود صندلیاش که میری آره کفشتو کفش تو در میاری میشینی اطراف توکیو آره آره جالب بود آره خیلی آره باحال بود بعد یه گارسونی داشتیم ما دیروز ایشون خیلی میا نه نه دیگه اینجا نه نه اسمشون نشنیدیم نپرسیدیم و خیلی جالب بودن ایشون ولی سینگل بودن تا خانم بود نه آقا آقایی بود بعد <تصفح> تو چه راستی پرسید یعنی. آلا به با اینجا رو باید کلی <تصفح> داستانش جلنان شروع شروعش اینجوری بود که برای من و خیلی اولین چیزی که توی این آقا دیدیم این بود که خیلی پوست <تصفح> صورتش پوس چرب بود و, <تصفح> <تصفح> و سوال شو برای چرا اینقدر چرب اینا فهمیدیم خب ایشون خیلی به خودشون میرسن یعنی یه معلوم بود که عرق و اینا هم نیست نه آره حالت رسیدگی آره صاف و اویل و خیلی پوست زیبا اوکی هم داشت کوروش کوروش چرا کوروش چرب آدم چرب دوست جدی عجیبه من خودم دوست ندارم تو وازله قوطه بخوری بعد چی شد که اون کانورسیشن استارت خورد ببین واقعا آز... نیست یه یعنی صحبت از اینجا شروع شد داشت به ما میگفت مثلا اینجا کدوم سوشی خوبه و اینا رو داشت توضیح میداد آره بعد دیگه این اسکلت کرد رسید به داش بگو دیگه بگو گفت که یور شروع کرد نایت کلاب های کشورهای مختلف و که جایی که خودش رفته رو مقایسه کردن که مثلا من لاس وگاس نایت کلاب رفتم اینجا رفتم جای مختلف رفتم ولی کشورهای آسیا شرقی نایت کلاب هایی که رفتم خیلی خوب بوده و ما گفتیم اوکی مثلا داره سمت فان آنتالیا رو گفت نه نه ژاپن و کره رو داشت میگفت نه اونجا هم گفت ترکیه رو نگفت نه ببخشید آنتالیا نه پاتایا پاتایا نه تایلند و اینا رو تایلند گفت آره ولی تاکیدش رو ژاپن و کره بود میگفت نایت کلاب خیلی عجیبی داشت اینجا ما اینجوری بودیم که آره این داره جنبه فان قضیه رو میگه دیگه مثلا خیلی خوبه منم بهش گفتم آره ما هم یه جا رفتیم لاس هم ژاپنی بود خیلی آهنگ خوب بود و اصلا خیلی خوش گذشت اینا بعد این ما همه اینطوری بودیم که آره این آدم باحالیه و داره از تجربیات پارتی کردنش میگه که یهو رفت تو بخش اینکه آره صحبت ماسک اینا بود صحبت ماسک بود که الان توی نایت کلاب ها میگفت الان خیلی خوب شد ماسکا رو برشن قبلا که با ماسک باید میرفتیم تو نایت کلاب نمیتونستیم بفهمیم که دختر دختر خوشگله دختره یا یا خوشگل نیست <تصفح> 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 و اینو که گفت دیگه ما خیلی خوب ایشون رفت توی لیول دیگه, <تصفح> دیگه <تصفح> و بعد بعد خب منو کارنم دیگه چیز شدیم دیگه افتادیم روی دنده دیگه که با آقای کم صحبت کنیم بریم تو دام فرض این بزن ورته یا دستت میخوره بهش میریزه این چه جوری دستم پیش میاد دیگه بزنش استرس گرفت بعد خودم گزارش میدم شروع کرده بود در مورد اینکه نه این ماسکو که گفت گفتش که ماسک دارن نمیفهمی قیافه چه جوریه و ما گفتیم که خب شما از توی بدن باید یه حسی بعد دیگه شروع کرد با دیتیل داشت میگفتش که بعضیا لاغر دوست دارن بعضی ها دوست دارن مثلا دست که میزنن یه ذره چربی باشه گوش لاغر نباشه بعد خودش میگم من خیلی لاغر دوست ندارم حس میکنم چوب بامبو رو بغل کرد بله بعد میگم بعضی ها چابی دوست دارن مثلا دیگه این همینجور داش میرفت جلوتر دیگه یواش یواش موقعی که میخواست چاوی رو بگه یهو برگش به کارو نگاه کرد بعضی از چاوی تو آره تا اون لحظه اصلا با من آی کانتاکت نداشت اون لحظه یهو اینجوری فهمید شناخته نمیدونم خیلی عجیب غریبه خیلی تجربه عجیبی بود با ایشون ولم نمی کرد همینجور داشت بعد تلفن زنگ خورد آره تلفن زنگ خورد تلفن افتاد داش اوردر شما رو گرفته نه موقع پی کردن بود دیگه من اذیت میشم که بعضی موقع گارسن زیاد میمونن یعنی که ببین برو دیگه رید the room اگه بخوام البته شما احتمالا داشتین چیزش میکردین فیشش نه. Yes. این نیست اینجا شما داشتین فیشش میکردین ولی من کلا مثلا اون دفعه میدونم کی بود رفته پیش بود رفتیم جوردن. جوردن جوردن سوشی بود چی بود, بود. آره با هم رفتیم ستایی رستوران جدیده ژاپنی جدیده آها رفتیم اونجا اه وای اوت هم توی صحبت می‌کردیم گفت من جدیدم و اینا اینطوری بودم که باشه دیگه گفتی برو یعنی خیلی ممنون غذا حسن. رو اوردر گرفتی خوشحال شدم دیدمت خاط خوشو بش بکنه میگم بعد دیگه رو رید روم بعد ببینی که فضایی اونجا چه جوریه آیا این طرف میخواد با تو صحبت بکنه یا نه وقتی دارم مثلا یه کلمه ای جواب تو میدم یعنی که ما واقعا توی تو روم بودیم آقا کارون <applause> بله رید <داردنشون>. روم <applause> <تصف> بله. <applause> <تص <applause> بعد بعد از این تجربه بسیار زیبا و خاطر انگیز ها رو اومدیم پایین پایی؟ مغازه بغل یه مغازه خیلی خوب و زیبا بود که من و اول یه دو دل بودیم که بریم توش نریم ولی یه تصمیم گرفتیم که بریم داخل مغازه مغازه خیر تو بیت بله سمساریه نمیدونم تو دی... ایمان بره توش بسته بود دیگه فکر کناری از این مغازه‌های بود که چاکرا می‌فروختن سنگای انرژی مثبت می‌فروختن زودیاک ساینای مختلف می‌فروختن و رفتیم تو رفتیم تو با... رفتیم تو که سینا رو زدیم بالا می‌فرستم که روی ویدیو بذارن ببینن دوستان عکس‌های من آقا کارون تو مغازه رو و رفتیم تو خب قسمت های مختلف داشت که ماهی میرفتیم تست میکردیم و خیلی جالب بود کارون رو تو اون مغازه دیدن و تا اینکه رسیدیم یه قسمتی بود یه سری کتاب بود اونجا من گفتم کارون بیا اینجا خیلی خوبه دیگه این کتاب نه و... قبلشون بگو ها اون که رو آره من نمیدونم چی بودش چاکرا بهش میگفتم بعد یه شبی هاون بود یه نه این چیزا هم خوش داشت آره بعد اینجوری میزدی روش دور میچرخونی صدا صدا قشنگی میده آره آره بعد میگفتم مثلا هر کدوم اینا یه فرکانسی داره و یه چیزی داره اینا ما فقط عصبی شدیم از اون صدا نه اینا مختلفه مثل این که اینا تو چیز میزنن تو یوگا اینا بری میزنن آره تو تمپلا من, دیدن. من یه بار بود قبلا تست کرده بودم اینو میگم رنگ و فکر کنم فرق داره هفت تا سنگار یا هشت من اولین بار بود اون یه, بودن. بار یه ذره باحال بود مثلا اذیتم نکرد یعنی من شما پیشم نبودی ما از اون به عنوان هاون استفاده میکردیم یه ظریف‌تر ها بعد اینا اصولا قیمت ها قیمت های این که تو این مغازه بود واقعا یه دونه ریگ گذاشته بود اونجا یه سنگ یه سنگ انقدی پنج دلار بعد فرضه اینجوری خب من میرم این الان خیابون این بود و این الان میدونی که یه کامیونیتی عجیبی دارن ناراحت هیت که نه بعد اومدیم سمت چیز سمت کتاب ها گفتم کارون اینجا دیگه خیلی خوبه و یه سری کتاب دست گرفتیم رندوم من یه کتاب رو برداشتم مثلا چیه روش اکس های باحالی داشت براشون نگاه که هم گذاشتم سر جاش یه کمی داشتیم اونجا دوباره نگاه میکردیم خانم دید که من کدوم کتاب برداشتم گفت این اینی که تو برداشتی کتاب خیلی خوبیه و اینا من اصلا فکر میکردم کتابه ولی نگو روش یه دونه بوکلت کوچیک بود پایینش یه دونه کارت بود یه دست یه سری کارت بود دک اف کارت بعد گفت این کارت ها رو مثل همین پاسور خودم باز کرد رو به کارون گفت که یه دونه از اینا نه باز کردش همونجوری عادی نبود و یه دو تا ترقه زدن یه چیز انرژی ها ریست کرد و آره که بعد به ما توضیح برای این بود که انرژیش ریسیت یه چیز من خیلی نمی‌دونم. اونجا دیگه محیط کارون بوده دیگه من نمیتونم کارونی خلاصی بعد گفتن یه کارتو بکش یه کارتو کارون کشید و و ایدیاش این بود که شما یه کارتو برمیداری حالا یه اسمی روش داره و ایسری کاش میکنی و ریس میکنی برو می‌کنی به خودت. و اون بوکلت رو استفاده میکنی که تعبیر اون کارت هست در واقع و بش به کارون داشت یاد میداد بعد یه صحنه جالب بود من کنار کارون بودم کارون بوکلت گرفته بود با این کارته داشت یه جوری میخوند من باورم شد که کارون داره سویچ میکنه <آور> می <خوند>. داره کانورت <صفح> <متصفح> <kanver. تصفح> خندم گرفت بود که از امشب کارونی داریم که انرژی <متصفح> آره تغییر شو. کرده و خیلی خیر خنده دار بود بعد من چیز کرنبریز از رو قصد و قرض از خانم پرسیدم این خب اینا که کتاب های فیزیکیه اینا رو میشه آنلاین هم مثلا ایمپلیمنت کرد و آنلاین این کار رو ما بکنیم میدونستم صد اصلا میگه نه اینا باید فیزیکال باشه و چیزی اصلا بعد گفت نه اینا بهتره گفت آنلاین هاش هم هست ولی خب فیزیکی خیلی بهتره شما میتونید قشنگ حسش لامز. کنید عالی آبدار بعد بعد منو گفتم آره خب آنلاین که اصلا مثلا بعضی ها وی پی این دارن یه انرژیت مثلا آلمانه گفتی نه آره, آره بعد کو... چش تو کارون وا... بعد خانومه هم اینطوری میگفت آره دیگه فیزیکالش بهتره داره بعد دیگه تیر خلاص و جایی اتفاق افتاد که کارون گفت اسم این مجموعه تون چیه چون چیزا هم داشتن آ اینجا فالگیر داشتن فالگیر خانم گفت شما که علاقه مندید فردا بیاید فالگیر آره اون اونجاست بعد از ضبط اونجا لفظ انگلیسی چی فالگیر چی گفت سای سایکیک سای... سای سایکیک سایکیک سای... سای میگه آره سایکیک آره، سای آره، سای سای گفتن خب فردا کی هستن و چه ساعتی میاد اینو گفتن سایت داریم توی سایت میتونید چک کنید که اسم سایت الان فرضیه اسم سایت چی گفتن اوراکل دات سی ای <تصفح> یعنی تو ب... تو بعد بگو همه اینا بیده. من تو اونجا نخندیده بودم دیگه تو کوبار که دیگه نتونستم جا سی ای وای تو صورت یارو خندیدی نتونستم وقتی گفت اوراکل لات سی ای بعد بگو, بگو اینا نشونه نیست <applause> اون شرکت هست اون دات کامو داره اینا چه جوری رفتن این ای دومین رو گرفتن همین من برای <applause> گرفتن چه جوری گرفتن برای چی همه این ببین چقدر پول در میاره که رفتن خریدن نشین از آره گو ورک مثلا شرکت های بزرگ موقعی که میگیرن کل دومین های تمام کشورها مثلا گوگل میزنی دات کام دات سی ای دات میشه به یه این گفت داد سیری من جوری من گفتم ببین دیگه چهار. این اگه نشونه نیست من نمید. چه نفروخته تازه داد سیری <تصفح> <اگر> رو حتما اوراکل اومده آقا آره خیلی خیلی خیل خلاص ما بعد اینجا با آقای فرزادی داریم میریم اونجا سایکیکو اون پشتن یه زندن داشتن آره. بله زندان ها. زندن آ زندن آره اینو ایمان میدونه چی من نمیدم. چی میدونی من نمیدونم اتاقاست که مثلا توش کارم پیچ بلکش میکنن بعد از همین هاون ها وجود داره یه موسیقی ملوی میاد توش یه دونه هست بعد یوگامت داره آره. از میری اون تو اون, دن زن میکنی خلاصه ما خدا با بی احترامی به این کامیونیتی رو به اعلا رسوندیم نه به احترام اکسپلور کردیم، واقعا اکسپلور کردیم. کردیم. خودشون به احترامیم تلنگر. من واقعا دستمو اینجوری گرفتم، اوناونو گذاشتم رو بچرخونام. عکسشو می‌ذاریم اینجا. آره، فرزادی. ولی یکیشو نگیریم داشته باشیم، یادت واقعا کار داد. من دیست. به من به کارو همیشه میگم. روزی میگم یه روز میرسه که یکی از این که ما دیس کردیم واقعیت تبدیل میشه و اون موقع است که ما با همه چیو بذاریم دلوقع. ولی نه اون موقع کانتنت داریم تازه میدونید میایم توضیح میدیم که واره ما تو این سالها تو تاریکی بودیم میتونیم. بعد تازه اون موقع اول خوشخوشان بعد تازه خوشخوشان تازه میشه. ما یه دونه کامیونیتی دیگه رو هم جذب می‌کنیم آره کتاب می‌نویسیم میریم چی میریم می‌ریم از تجربیات خودمون تور اینجوری آدم‌ها رو بیدار می‌کنیم آره الین کروز اویکنینگ تور پادکست اویکنینگ تور لर्निंग پوینت زندگی ما نقطه عطف خیلی جالب شد بگم از جالبای این هفته خودم یه چیزی بگم که بریم برای جالب تو درد داری هی داری به خودت می‌گی درد داری روش آره داری روش می‌کنی اینجا من میدونم چه با اچ شروع میشه با پی وی هم تمام میشه توی هفته وسط کار و اینا بخندید بخندید من هم این کافی رو میخوام بعد بعد این قمگین میشیم وسط کار و اینا این اپ بی مای آیز زنگ خورد بعد این اپ اینطوریه که واقعا همه سری جواب میدن و تو تو دو ثانیه اگه جواب بدی یکی دیگه تلفن رو برداشت و جواب ندی یکی دیگه برام داره آه آها آره بخشه رو, بخشش رو بعد این طول که مثلا من رو پنج ثانیه برداشتم عباس شده اینا گوشیم هم که جدیدن آروم شده عجیب غریب ماشین حسابش پیروز آروم جواب میداد یه ببین چی شد خاطر این که دیگه خیلی الان پولایی که توش داری میزنی زیاده بله. بله. نه نه بعد یا آقای برداشت اینا ایشون همشهری ما بود حالا این چیزایی که به اشتراک میذارم از خودش اجازه گرفتم همش اوکی بعد ایشون... داری ها؟ اجازش چیز شده کتبی نه ولی لفظی دیگه به من گفتن و اصلا خیلی هم مشتاق بودن که به شاک بذاریم حالا تا حد و حالا اسم نه کل هم اوکیه ولی خودشون گفت اسم هم بگو ولی من حالا نمیدونم <تصح> 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 ایشون داشتن دو تا عرق رو میخواستن تشخیص بدن عرق گیاهی کاسنی و نعنا رو بعد هفته صبح ایران, ایران بود اون موقع نیم صبح ایران بود بعد خب چون اسپانیا هم بودن و اینا کلا با هم روی لوله دیگه ای کانکت شدیم و فقط مسخره بازی داشتیم در میوردیم وقتی که من دیگه اون گفتم این نعنا این کاستی دیگه شروع کردیم با هم خوشو بش کردن و حرفای عجیب غریب زدن بعد حالا واسه گفتم حالا واقعا این عرق ننا اینا میخوای چیکار کنی اینا ببین دیشب خیلی پرخوری اینا کردم الان دل درد عجیب گرفتم میخوام عرق ننا بخورم به نظرت مثلا کدومش بهتره و چیکار سک بخورم نخورم اینا خیلی باحال بودین شخص بعد دیگه حرفم که تموم شد گفتش که گفت حالا شما که اونور اینا یه توصیه بکنید به این دستن در این اپ یعنی خیلی کلی و چیز داشت مید. این اپ به تازگی چیز شده فیلتر شده من با وی پی باید هر دفعه بیام و اینا البته اینی که میگم و من خودم فرصت نکردم فکت چک بکنم ببینم چه جوریه این میگفتش که ایران فیلتر نکرده ولی مثل اینکه واسه تحریم ها اینا خود اپ بی مای آیز ریجن ایرانو فیلتر کرده و من خیلی ناراحت شدم و اینا اصلا گفتم و این اصلا یه اپیه که اومده یه کمکی بکنه آره، اصلا... توضیح هم دوباره در مورد اپ آره این یه اپیه دور اسمش رو میگم بی مای آیز یعنی چشمای من باش و افراد نابینا رو به بقیه افراد وصل میکنه هر موقع که هر مشکلی داشته باشن بخوان چیزی رو تشخیص, تشخیص بدن ببینن بخونن تو فعالیت روزمرهشون به هم وصل میکنه حالا هر جای دنیا که باشید شما به عنوان فرد حالا بینا اون زبانایی که باش راحت هستی رو انتخاب میکنید اون فرد نابینا هم همینطور یه سیستمی داره که سریعا این دو فرد رو به هم وصل میکنه و همونطور که گفتم خیلی سریعا آدما میان رو خط و همدیگر کمک میکنن خیلی اپ خوبیه تو این چند ساله ما با آدمای مختلف آشنا شدیم و اینا بعد فقط بحث چیزم شد محله نابینایان نابینا هم شد و اینا خیلی هارد کرد ایشون و من گفتم که حالا تو خود کس خود، راجعه صحبت میکنم اینا خودم چک میکنم ببینم چه جوریه اگه که واقعا واقعا داشته باشه اینا من گفتم من سعی خودم میکنم یه فالوآپی بکنم حداقل کمترین تلاشه ببینیم اگه همچین چیزی واقعا هست و فیلتر شده یه توفان خیلی نامردی آره <تصفح> آخه چیز پولی یا اینا که توش نداره عجیبه که فیلترش کرده همیشه پول توش هست اگر که براش پرداخت نمیکنی خود پرادکتی خود پرادکتی این هم تجربه بی مای آیزه از سلام فیلتر شده اینجوری که ایشون فردا. اولش گفتی عرق من فکر کردم مثلا عرق کش میشه و مثلا آره نه رفتیم تو اون وادی هم رفتیم خیلی وارد نشده خیلی تماس بحاری بود خیلی خوش گذشت یه داستانی که توی فضای مجازی ایرانی این هفته سر صدا کرد تصمیم آقای ابی بود که برن امارات و ترک خریج فرس نخونه و حالا ویدیوشون هم که همه فکر هم دیدن و دلیلی که گفته شده و اینا برای من خیلی باحال بود ریاکشن, ها. ریاکشن هایی که همه داشتن از مخالف و موافق به این داستان و من خودم شخصا یه حالت خیلی چیل اصلا بی حالت بیطرفی بودم به این موضوع و خیلی برام اینترتینی بود که دو طرف چقدر داشتن با هم می جنگیدن آره خواستم اینم شما نظر ما ها چیه؟ نظری داشتید من قبلا شنیده بودم دیگه یه سری محدودیت ها هست که مجبوری رایت بکنی دیگه بعضی این موقع. حالا من میگم واقعا اصلا تو اون شرایطش نبودم نمیدونم چیزش اه... صرفا مالیه یا یعنی اینکه مثلا اگه اونجا نره نمیدونم کسایی که اونجا هستن هم یه جوری از صدای یه رو محروم میشن مثلا از اون شادیه محروم میشن حالا این ترک رو نمیخونه ولی جای دیگه همیشه خونده من تو کنسرت های دیگه بودم همه جا ولی خب نمیدونم واقعا منم اصلاً خاص نسبت بهش ندارم یعنی نه اونقدر مثلا ناراحتم می‌کنه دوست داشتم که مثلا این شجاعت وجود داشت که مثلا اونجا اینو میخون ولی خب اونقدرم اذیت نمیشه یه چیزی که برای من جالب بود این بود که خب یه سری طرفدار ابی ساپورت کردن این این داستانو و ولی یه حسی به من میگفت که خب اگه اینشون ابی ای نبود مثلا یه شخص دیگه بود نه اینا هم چیز میکردن اصلا جوری ریاکت آره. و یه حالت بایستی من دوباره به تمام کسایی که بیبی بی گیر دادن آیا خودمون تو زندگی خودمون همیشه یه رو بودیم همیشه برای مثلا تصمیم که گرفتیم مثلا شخصی نبوده و همه فکر کردیم یا اینکه نه اینم هم همونه یعنی در درست طرف ابیه چه میدونم کلی طرفدار داره کلی آدم میشناسنش ولی اینم مهمه دیگه ما بعضی موقع به یک کسای خورده میگیریم خود من نفر اولش ولی خودم از اون صد بار دورویی کردم چی میگم نه شما نظری دارید ندارید سکوت نه من خاصی تو چی تو چی خب دیگه چی باز این هفته من یه ویدیو دیدم روی یوتیوب فکر میکنم یه ذره دیر دیدم این میوزیک ویدیو رو ولی خیلی باش حال کردم یه میوزیک ویدیو بچه های ایران ساختن به نام خانوادگی دو که یه پروژه خیلی عظیمی بوده که دو سالم طول کشیده پروڈاکشنش اون رپری که جمع تا رپر بودن جرشا جرشا از هر استانی حداقل یه دونه رپر اوورده و اون رپره با گویش خودش با لحجه خودش رپ میکنه به هر هر کسی هم یه سگمنت 22 ثانیه ای داره و این بیت فکر کنم کل میوزیک ویدیو 28 دقیقه است یعنی 40 خورده دقیقه است نه نه نه, نه. جدی نگاه کرد. چرا من نمیدونم چیه همین منم خیلی ناراحت خیلی سر کرد 18 دقیقه و 32 ثانیه شما تو میدونید من نمیدون. من, یه, یه, یه لحظه ساری. اومد رو یوتیوب ساجست شد بهم چقد گفته 18 دقیقه و 32 میفرستم حالا اون ویدیویی که تو فرستادی رو من از ندیدم من خودم یادم رفت ولی خیلی باحال بود من من وقتی دیدم اصلا دیگه نتونستم توی لانچ بریک کارم بودم دیگه باید میرفتم سر کار ولی دیگه پازش نکردم گذاشتم تا تهش رو ببینم و خیلی میزی ویدیو با آلی هم ساختن قشنگ پروداکشن اصلا اصلا یاس و چه میدونم ارفان او. و جیدال و کسای ما کلا این کسایی که حالا اسم بردم هستن و کسایی دیگه که من تا به حال اسمشون آره. بودم از دستانهای دیگه بودن تمام گویش بود بود آره اینش خیلی دیجالبی و با لباسهای خودشون با مثلا موزیک ویدیوشون اون تم خودشو داشت از اشایر بود آره خیلی باحال و با... هم هم قوی یعنی آره. هم توشون نبود بعد این بیت خیلی باحال بود که اون قسمت خودشون اون سازای مربوط به اون استان قاطی میشد شو. می اصلا خیلی کار من که هیچ خاله. آیدیای آه. از موسیقی ندارم ولی متوجه میشدم که چقدر کار یه بوده یه پروژه دو ساله بوده که اول این دو سال پیش اناونس شده بود موقعی که شده بود اینطوری که احتمالا به نتیجه نمیرسه چون واقعا برج سنگ بزرگ, بزرگ نشینه نزدنه ولی اومد بیرون همم تعریف کردن همم هم مثبت بود نظرشون حسابش بال بود. من برام بعد سوال شد که چرا دو عرفان اصفهانی خون آره فکر میکردم یکش مثلا تو همین مثل همین چیز بوده مثل این بوده ولی یکش مثل اینکه همین آقای چیز جرشا جرشا فقط چون مال خودش مال مازندرانه شما رپرای را... 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 اون منطقه مازندران رو فکر کنم جمع کرده بوده و خانواده یک در واقع نمیشه بیاریمش بوده. صحبت کنیم باش خیلی جالبیه اگه بتونیم که کسی ولی... لینک داره میشه ما لینک کنه آره خیلی باحال بود آره همشون قوی بودن هم ترین هم که تنها دختری بود که درسته ترین خود دختر چقدر قشنگ بود آره خیلی یاس هم خیلی وقت بود من نایده بودم یاس خیلی کوایت بود داره ویدیو همشون خیلی داره. این کسایی توش بودن خیلی وقت بود خیلی هاشون بود که ازشون نش, چیزی نشیده بودیم ولی دمشون گرم مرسی که بودم گفتی سینا چی اسمش سینا سایی آره یه از اون دیدم خیلی خ... خیلی حال کرد کلا از سینا سایی خیلی خوشم میاد یه سپر قسم خیلی زشته چرا سایی ازم بودیم دو 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 دو... دوست نداره نه چرا ولی مثلا استایل خوندنشون خیلی باحاله به نظر متفاوته بعد خیلی به قول کارون خردمندانه میگفت که ما یه چیزی که نوتیس کرده بودیم اینه که حالا بچههایی که سنشون کمه اینا اگه از جای مختلف ایران هستن لحجه های مختلفی دارن اینا اینا حالا تو مدرسه تو اجتماع اینا یه ذره ترد میشن فقط هم به خاطر لحجهشون مسخره میشن چه میدونم از این صحبت و میگفت این این حرکت به خاطر این بود که یعنی یکی از دلیلاش این بود که آقا نسل جوانم که داره اینو گوش میده بدونه که اوکیه دیگه مثلا این رفتار بد استوب بشه این فرهنگ بد چیز بشه فرهنگ سازی بشه که به نظرم به بهترین شکل انجام شد دمشونم. خیلی خوب آره. من مثلا گذاشتم چون بعد داره خیلی قسمتاش اونا خیلی حال کرده بودن یه تیگه هم تو اکراتن آره هلی اوچ تو اکراتن آره. چند تا کامنت داری برام بخونی؟ یه چیز دیگه هم بگم, بگم در بجنی. مورد فکر کنم فرهاد فقط اون دیده برنامه آقای ایرج تحماس مهمونی من, آن تو من من, من, من دیدم. دیده. تو هم دیدی دو دو تو دیدی آره. گفت. من فرهاد هم ایده. شما میدیدید کلا قرمزی های قبل و تو اصلا نمیدیدی ایدم میداد برنامه اینا اونم نمیدید کاراکتراشو میشناسی؟ همون من خیلی حال من میکنم اصلا صحبت نمی کنم گذشته برای خاطر گوش ولی اونم خیلی باحال من دارم میبینم دوست داری ببین یه ذره طول میکشه که خ... اینجا نمیشه یه دقیقه چیز کنی میوت کنی به غیر از اینکه بچه برش گفت چیز دیگه ای نگفته یه ذره همیشه طول میکشه تا آدم با اون عروسک عادت کنه قبلا هم اینجوری بود و من همیشه دوست دارم تایم بدم تا جابی افته, جا بیفته آره. ولی اونم به نظرم جوری که برنامه درست میکنه آقای تحماس خیلی با فکر و با هدفمنده یعنی از اینش خیلی من حال میکنه علاقه ای که به این کار داره خودش خیلی ام. مشهوده توی در اون رو برنامه که داره درست میکنه چه خوب چه بد میفهمی که برنامه با عشق ساخته شده <applause> حالا شاید باب میل من نباشه یا مثلا باب میل یه نفر دیگه نباشه ولی قشنگ مشخصه از مثل برنامه های دیگه یه تلویزیون نیست که می‌بینی که فقط به خاطر پول طرف اومده اونجا هیچ علاقه هم به اون قضیه نداره مثلا اومده فقط این کارو بکنه که این پولی که بهش پیشنهاد دادن رو بگیره بره آره. این این قشنگ مشخصه و این معمولا توی اکثر کارا مشخصه اگه به کاری علاقه داری قشنگ مشخصه که لذت میبری الان تا الان کدوم کاراکتر مورد علاقه داری <applause> چی ام... پشه پشه رو دوست دارم پشه, پشه. پشه دو آن آن زیاد, زیاد, آه... زیاد... آه... آه... هنوز اونقدر دقیق نشدم که بگم کدوم کارکتر رو دوست همشون توی سطح بله آه... دیگه من, من این اپیزود کلا جور چیزشو بکشم بله آه... 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 بده... خیلی خوبه کامنت بده... اومده بود که آب نمیخوری؟ نمیخوای بخوری؟ آن فکر کنم این زیر اپیزود لایو ایده گفته او. که من دو ماه پاد... پادکستتون دنبال میکنم از اولش مشتاقم ببینم شما چهار تا کی هستین چجوری با هم آشنا شدید چرا زورتون میاد بگید آخه 800 هزار بار گفتیم به ما ما اینو باید بگیریم بزنیمش تو اینستاگرام هر کی گفت چیزش کنیم کامندش کنیم بفرستیم داشتم یه, بی... بی یه, ویدیو ارفان پایدار گذاشته بود خشاره آورده بود که منم باحال بود منم هم... پادکسته پادکست آره خشیرم اون پای پادکست اسمش پایکسته. آره پادکست بعد... جدیده آره من نمیدیدم پادکستشو ولی چون خشار رو دیدم اوورده رفتم نگاه کردم نه همون نوهنگو بولن... دادو نه, نه. با هم بیشتر دادن با هم بعد دیدم اونجا هم یه سری که کامنت زیاد دادم به اینا که چجوری با هم آشنا شدید دیدم انگار این افراد همه جا هستن میان این بر و دنبال آشنایی خیلی بابا الان مثلا نسبت به خیلی ها که فکر میکنم من داداش میا for some odd چرا؟ خواستم قیافت رو ببینم آره نمیدونم چرا بعد خیلی ها فکر میکنن که بعد من داداش کوروشم آه، یه کل <متصفيق> آره یه هم <متصفيق> کلا همه دوست دارم بدون که دات. این رابطه ای که به وجود اومه چی چه جوری مثلا با یه نفر دوست میشی خب خیلی براشون خب, خب ما خیلی اوس دا کنیم با یه سری میداب اسکوت های خفن داشته <متصفيق> <متصفح> باشیم که هرکی کی گفته باشه میای میگم بله آره مثلا نکست لول بگیم که نمیدونم ماشینش یه روز خراب شد و از اون داستانای خیلی خوب داشته باشه پسر نه کارونی کرده بود پردارم آخواد این لباس شوی هم نمیره هر راست میره توش لباسش <ت Aubain> لیس میزد که ما دیدیم دی تو دی خیابون دیدیم در اون باری صغف. فکر کردیم دیوان هست بارون میومد لباسش لیس میزد سوارش بریم آرمان گفته یکی از بهترین اتفاقات <drugs> 1400 آشناییم با خود کس بود درمتی آرمان چه سلام هاییزم درمتی دیگه یه تاش داری آها نه آب می‌خورم جدا خیلی آب میخورم این قشنگ مشخصه گوری گرفته از تو دیروز یه دونه مسیج هم از گوشی هاتون چرا چرا که گور خیدیم همه آره معمولا اولش میذاره دیس از تست آره تست آخه من دنبال تست اولین بار بود که آخه یه بحثی بود که میخواستن یک کدوم از اینا رو تست کنن چند وقت پیش من گفتم اونه وقتی که اومد داشتم راننده این میگردم به مهتا گفتم نه اینکه تست ای دیگه او شما نرسته بودیم روز؟ نه ما نبودیم اونجا همه آره، گرفتن اونجا مثلا یه پنجان رسیدیم بهشت. هشت یه تک سفید شدیم اونجا دیروز مثلا یه چل نفر با هم سکته اونجا دیگر. گوشی ها خورد گفتیم واه. ریختن کمیتر روی آره اینجا یه سیستمی روی گوشی و تلویزیون و این چیزا دارن که میتونن یهو آلارم بفرستن ب... مثلا مهم نیست که تو دونات دیستر باشه گوشی نه. سایلنت باشه ویبره نباشه اینا س... چیز خوبه مثلا. سیستم خوبه مثلا یه جنگ, جنگ اتمی بشه. آره من واقعتش این بود که دادش مثلا چیکار کنه جنگ بام بارو خاص بزن جنگ <تصفح> یه ویدیو از تو یوتیوب توضیح میده یک ساعت اول بعد حمله اتمی خیلی مهمه مثلا وقتی پود شده باشه دیگه بعد نه خب شروه. پود شدی که دیگه بعد تو وان دیگه بعد تو وان بخوابی شاد روانی اون یک ساعت جدی گفتی اینو تو این فیلم ها زیاد دیدم میرن تو وان حت حتی اگه آپارتمان باشی <laughs> نه اینطوری که مثل اینکه آبو پر میکنن به خاطر اینکه اون چیزاش با... رادیو اکتیو مثلا آره آره می خودت زیرش سابرج میشه نه،, نه فقط فقط سر مثل بیرون میمونه یه چیزی ولی بعدا اینطوری پروتکت نمیدونم تو فیلم ها زیاد دیدم آره حالا این که تو گوشی و تلویزیون و هر چی دیوایسی که دارید یهو یه آلارمی میاد که یه اتفاقی افتاده اینکه دیروز اومد این بود یه مردی که پنج فوت و یازده اینچ نه بود. نو یازده مطمئن پنج و نو پنج و من یازده. پنج و یازده هم گفتم که این همه کتاتره پنج و یازده هم. من دیروز دیدم بعد گفتن دوتا بچه رو مثل که دوزیده با چروکی چیف این علاوه دیگه ما اینجوری می تو خیابون متر دست نمونه تا ببینیم سری 511 اصلا سمسمی دیروز یکی دیدیم تو پیاده رو بعدش کاچ چشمم نگم نمیشه آبیه ما هم یه چش آبی دیدیم من بعدش تو جیپ میگه برو متر رو بیار واتوایز میت سفور میگه چی میگه این چو میگه برو این چو بیار چی میگن این سانج یا واقعا چی میگن کارو امروز رفته تو لاک من بجین تیپ ها تیپ دیگه چی میگن تیپ. ما توی تمام فضای مجازی <تصفح> اسم اون خودکسته توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که میخواییم با ما مستقیم داشته ایشیم های پروفایل داریم توی نه همه اینجا ها میتونیم به ما مسیج بزنید ما تا جایی که بتونیم سرمی کنیم جواب بدیم ما میریم هفته دیگه با دو تا بیزوی دیگه برمیگردیم خدافز خدا 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 آزادی بیان تو رسانه از بی <تصفح> <تصفح> <تصفح>